گفتم، یارو بچه ها گفتم، فقط من خودم به عنوان یک کسی که باباش تو خصوصی سازی بیکار شده و من عرق شرم یک مردی که تو خونه جلوی زن و بچه و خانواده‌اش احساس بچه داشته رو تجربه کردم، یکی دو تا نکته به ذهنم میرسه میخوام خدمتتون بگم. ما زمان دانشجویی استادی داشتیم میگفتش که کارگر حسش نسبت به اون ابزار کارش و تجهیزاتی که داره باش کار میکنه شبیه حس اون سرباز به اسلحهش باید باشه که روز اول سربازی بهش میگن این اسلحه ناموس توه. میگفت کارگر باید حسش به ابزار کارش و تجهیزاتش حس ناموس باشه و صاحب کارخونه حسش به کارخونهش. با این ادبیات که ادبیات درستیه، ناموس فروشی اتفاق افتاده. مسئله ما لول و سطحش اینجاست. دولت‌های ما ناموس فروشی کردن. هفت تپه، ماشین سازی تبریز، کشت و صنعت مغان، اینا واسه کارگراش یک احساس هویت و احساس غروری بودن که جلوی چشمشون نابود شدن. میخوام لول قصه رو، لول این که حالا یه فسادی اتفاق افتاده، یه تخلفی اتفاق افتاده اولا نبینیم. ما داریم در مورد ناموس فروشی حرف میزنیم و در نتیجه منتظر دکمه غلط کردمی هستیم که کسایی که این روند رو توی این 15 سال رقم زدن این دکمه رو بزنن. هنوز کامل اتفاق نیفتاده. ببینید این جلسه هایی که داره برگزار میشه خروجی همین حرکت هاست، بخشی از دکمه غلط کردمه. محاکمه امثال پوری حسینی بخشی از دکمه غلط کردمه، اما همه یه قصه نیست. ما برای اینکه این مسیری که تا اینجا اومدیم رو کامل بکنیم، اولا باید این دکمه رو تکمیل بکنیم. همه یه کسایی که توی این 15 سال نقش داشتن، از رؤسای سازمان خصوصی سازی، از سیاستگزارا، از کسایی که این غارتگری رو بیمه‌گری و تسهیل‌گری کردن، آقای آقا محمدی که تابلوی گروه مشاوران اقتصادی رهبری برای خودت یه حاشیه امنی ساختی و در تمام این 15 سال شما برید نگاه بکنید، از دهه 80 تا همین دو ماه پیش هر وقت بحث کارگری، هر وقت بحث فعالین اجتماعی میرفت سمت خصوصی سازی و اعتراض به این ظلمی که اتفاق افتاده، ایشون تو تلویزیون داشت دفاع میکرد. دو ماه پیش مصاحبه کرده که 1% تخلف وجود داره. این آدم ها نباید قصر در برن. مطالبه حد اکثریمون قضاوت و در واقع محاکمه در دستگاه قضاییه و مطالبه حداقلیمون محاکمه در فضای افکار عمومیه. کجا رفتن؟ چرا دیگه نمیان مصاحبه بکنن؟ کشت و صنعت مغان افتاد، هفت تپه ایشالله امروز میفته، تا تهش هم هستیم، داریم در مورد 894 تا واگذاری حرف میزنیم. اینا برندن، اینا گوندن که سر و صدا کردن. 894 تا واگذاری شده، 149 هزار میلیارد تومان ارزششه. مخ ماها سوت میکشه وقتی عددو میخونی، اصلا نمیتونیم بنویسیم این عددو. خود دیوان محاسبات میگه 23% از واگذاری ها اهدافی که ما داشتیم توش اتفاق افتاده. رو خود اون اهداف هم ما بحث داریم ها، اما برفرض ما اهدافتون رو قبول کردیم، خودتون دارید میگید بیش از 75%ش مشکل داره. حالا از اهلیت که حد اقلیه تا اصل ایده، تا اصل ایده اقتصاد، این پرونده اسد بگ به کجا رسید تو رو خدا؟ آقا دیگه بس که روز شماری کردیم دیگه، به خدا نمیدونم دیگه چند شنبه است. شرکت نیشکر هفت تپه قدیمی ترین شرکت صنعت تولید شکر در کشور هست. در بهمن 94 این شرکت رو به استناد سیاست های اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی به دو تا شرکت کوچیک خصوصی به نام شرکت زئوس به مدیر عاملی آقای امید اسدبگی و آریاک به مدیر عامل مهداد رستمی در واقع واگذار. واقعا از نظر بنده هفت تپه یکی از نمونه های بسیار موفق خصوصی سازی در کشوره. این زمینی رو که حداقل باید 1600 میلیارد تومان قیمت گذاری میکردیم، 218 میلیارد تومان سازمان خصوصی سازی قیمت گذاری کرده. ای کاش که این 218 میلیارد تومان به خزانه برداشت شده بود. شرکت زئوس و شرکت آریان چه در واقع گذشته ای در موضوع کشاورزی، در موضوع کشت و صنعت هفت نیشکر و چیزهای شبیه این دارن که شما اهلیت اینا رو احراز کرد؟ تمام بررسی ما به بعد از تحت تفاوت ثابت شد که اهلیت کافی وجود نداره که این همه مشکل درست شده. این اتفاق باعث شد که کارگرها با حقوقشون عقب بیفته و اینا هرچه تلاش کردن که بالاخره
فضا فضای آرامی باشه، فضا فضای حاشیه‌داری نباشه تا مسیر دادگاه به خوبی کار خودش رو طی بکنه. اما واقعا بالاخره یک ماه حقوق نگرفتن قابل تحمله، دو ماه حقوق نگرفتن قابل تحمله. در فضای رسانه‌ای ما و فضای مجازی ما پخش بود از سال 97 که پای بستگان یکی از مدیران ارشد دولت در ماجرای هفت‌تپه وسط هست.